ببین محمد، این عکسو دیدی؟ این که جنتیه. آفتابه چه دستش گرفته؟ آفتابه نیست که، آب پاشه. آها، داره خودشو آب میده بزرگ شه. زودتر میگفت یه مقدار کود حیوانی هم میریختیم پاش. نه بابا، اون دیگه از بزرگ شدنش گذشته، الان یه پا فسیل ناطق واسه خودش. رفته تو روز درختکاری درخت کاشته. درخت؟ اگه اصلا درختی که جنتی بکاره سبز میشه. حقیقتش دو روایت هست. بعضی ها میگن وقتی درخت فهمید جنتی کاشتتش افسردگی گرفت و پژمرد. یه روایت هم هست که میگن درخت عمر دراز پیدا میکنه. میدونی که این جنتی خیلی با درخت حال میکنه. یه بار به عزما گفته هر چی دارن به خاطر اون درختاییه که جنتی تو جوونی کاشته. مگه چی میدن اون درختا؟ سیب طلا؟ نه، میگه همونایی که کاشته نفع شدن الان دارن همونا رو استخراج میکنن. تازه علمم تایید میکنه حرفشو. مگه تو علوم نخوندی؟ از این بابت ها؟ میدونی که الان افتاده به فکر سرای آخرت. چیه؟ میخواد واسه سرای آخرت دوبلکس بزنه یا ویلا؟ به این چیزا که قانه نیست. مثل این که میخواد برج بسازه. بعدش هم این که درخت کاشته گفته عمر انسانها هم مثل عمر درختها کوتاهه و بعد از سرسبزی دوران پیری و خشک شدن میرسه. یعنی الان خودش دقیقا تو کدوم دورانه؟ خودش که نهاله، تازه جوونه زده، کم مونده دیگه همین روزا سبز بشه. اما بیشتر به نظر میرسه تو دوران خوش شدن گیر کرده. حالا میدونه واسه چی درخت کاشته؟ چه میدونم والا، شاید جوگیر شده، داره واسه کشتی ساختن سرمایه گذاری میکنه. درخت میکاره چند سال دیگه با چوباش کشتی بسازه. نه بابا، خودش هم میدونه آخراشه. گفته انسان و حیوان و درختان هم پایانی دارن. ولی چی؟ جنتی پایانی نداره. آره؟ نه، گفته سرای آخرت پایانی نداره، باید اونجا رو آباد کنیم. ناکس آدم و گول زد فرستاد این دنیا، حالا میگه فکر سرای آخرت باشیم. آدم و گول زد؟ آره دیگه، میگن توی حرکت ددمنشیانه درخت میوه ممنوعه رو هم جنتی کاشته بود. تازه اون که اولین درختش نبود، اول تو کرات دیگه میکاشت. زمین که به وجود اومد خواست تو زمینم بکاره، دید جا نیست، باید ریشه آدم ها رو بزنه بعد بکاره. به خاطر همین بود که فعلا تو زمینه. ولکن بابا این جوکا رو، عمر جوکای فیسبوکی سر جنتی تموم شده دیگه. راست میگی والا، عمر این جوکا تموم شده، اما خودش همچنان باقی است. فکر کنم شارژیبل هی میزنه تو شارژ. الله اکبر، بابا ولکن این جنتی رو. ما که خیلی وقت ول کردیم، اون ول کنه معامله نیست. ایشالله اونم پای معامله میاد. خدا از دهنت بشنوه، منم یه ایشالله میگم، این معاملش با اسرائیل زودتر جوش بخوره. ایشالله.